روز دوشنبه دولت وحدت ملی فلسطین که حماس نیز در آن مشارکت دارد سوگند یاد کرد در دولت جدید رامی حمدالله به عنوان نخست وزیر و ریاد المالکی به عنوان وزیر خارجه انتخاب شدند دولت جدید که مذاکرات برای تشکیل آن تا لحظاتی پیش از مراسم سوگند ادامه داشت متشکل از تکنوکرات های مورد توافق حماس و فتح هستند دو بخش کرانه باختری و نوار غزه از سال 2007 میلادی با انتخاباتی که به قدرت گرفتن حماس در غزه انجامید به طور جداگانه توسط فتح و حماس اداره می شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه روز یک شنبه کابینه به جامعه بلون نسبت به برسمیت شناختن دولت خودگردان وحدت ملی با مشارکت حماس هشدار داد. نتانیاهو گفت حماس ضد اسرائیل است و مشارکتش در دولت خودگردان نه صلح منطقه‌ای که تروریسم را تقویت می‌کند.